سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه و روز و روزگارتون به شادکامی و سلامتی سپری بشه. و خب امروز پنجشنبه 19 ماه دسامبر، چند روزی دیگری از ماه میلادی 2019 مونده، از سال میلادی 2019 مونده و سال نو میلادی به زودی فرا میرسه. شنبه هم که در تهران شب یلداست، امیدوارم که شب یلدای خوبی داشته باشید. امروز فکر میکنم که الان 29 آذره، امروز جمعه 29 آذره، الان این ساعت که صحبت میکنیم الان ساعت 9:28 دقیقه است در میشیگان و فکر میکنم ساعت 3:04 نصف شب در ایرانه و روز جمعه است، جمعه 1398، 29 آذر 1398. خب خدمت شما عرض میکنم این سومین ویدیوییه که من در رابطه با انگلیسی پیشرفته پر میکنم. خب این همونطور که در ویدیوهای قبلی خدمتون عرض کردم، این از کتاب Advanced English Course است که توسط مؤسسه لینگافون در سال 1977 در بریتانیا منتشر شده و در کشورهای دیگری هم دوباره منتشر شده. در ایران هم یک بار منتشر شد، البته بدون ترجمه. و الان فکر میکنم شاید بشه کتاب رو از دست دوم فروشی ها تهیه کرد، خرید، و یا میشه از کتابخونه ها امانت گرفت. و کتاب خیلی خوبی است، در سه بخش هست این کتاب و هر بخشش 10 درس داره که ما بخش اول، الان درس اول از بخش اول شروع کردیم و دو تا ویدیو قبلا ارائه دادیم. این ویدیو سوم، دو تا ویدیو هم امشب انشاءالله بعد از این ویدیو ارائه میدم، کلا 5 تا ویدیو میشه. و خدمت شما عرض بکنم که این کتاب یکی از بهترین کتابهاییه که من دیدم، خیلی لغات داره، لغات مورد استفاده پرکاربرد در زبان انگلیسی. و باید بگم که نویسنده این کتاب، خدمت شما عرض بکنم که رفته و بر اساس پرکاربردترین کلمات زبان انگلیسی این سلسله درس ها رو از منابع مختلف جمع‌آوری کرده و به خوبی تعلیف کرده و به چاپ رسونده و کتاب خیلی خوبیه. من به این کتاب خیلی علاقه دارم و دوستانی که عرض کردم که میخواهند که مثلا در آزمون آیلتس شرکت بکنن، در آزمون تافل شرکت بکنن، یا در امتحانات ورودی کارشناسی ارشد و دکترای همه رشته ها در دانشگاه ها، در همه دانشگاه های ایران شرکت بکنن، میتوانند از این دوره ها برای ارتقاء سطح انگلیسی خودشون استفاده بکنن. یا دوستانی که مایلن مهاجرت بکنن یا میخوان برای مسافرت به خارج کشور برن یا میخوان که فیلم های زبان انگلیسی نگاه بکنن و یا اینکه میخوان کتاب های انگلیسی بخونن، همه دوستان میتوانن از این ویدیوها استفاده بکنن. و لازمه که انگلیسی در سطح متوسط و کمی کمتر از سطح متوسط بلد باشن تا بتوانن از این دوره ها بهره ببرن. دوستانی که نوآموزن، من توصیه میکنم که به ویدیوهای مقدماتی که روی یوتیوب هست و جاهای دیگری برای آموزش از سطوح مقدماتی شروع بکنند و این ویدیوها فعلا بهشون کمک نمیکنه. انشاءالله در مراحل بعدی می توانند از این ویدیوها استفاده بکنند، از ویدیوهایی که بنده در خدمت هست و ویدیوهای البته اساتید دیگر. خدمت شما عرض بکنم، من دوباره خودم معرفی میکنم، کاوانی هستم، دکترا در تاریخ دارم و به اصطلاح اون چیزی که کارهایی که کردم عموما تدریس زبان و تدریس تاریخ بوده و کارهای مرتبط. خدمت شما عرض بکنم که و این رو هم همونطور که در ویدیوهای قبلی گفتم، به خاطر این نوارها را پر میکنم که کمکی به دوستانی بشه که میخوان انگلیسی خودشون رو ارتقا ببخشن. و در واقع ما نیاز داریم که انگلیسی رو یاد بگیریم، واجبه، هر کاری که میخوایم بکنیم نیاز به انگلیسی داریم. و مخصوصا برای دانشجویان که تمام کتاب ها بخشی از کتاب ها ترجمه شده و اغلب کتاب ها ترجمه ناشده باقی مانده و اینها اگر میخوان به روز باشن و اگر از علوم روز میخوان استفاده بکنن و نمیدونم حتی فیلم های آموزشی روز رو میخوان ببینن، نیاز دارن که انگلیسی بلد باشن و با ترجمه کار پیش نمیرود. من توصیه میکنم به همه دوستان که امر انگلیسی رو خیلی جدی بگیرن که راه موفقیت از این مسیر میگذرد، مسیر موفقیت از این راه میگذرد، به هر دو حالت فکر میکنم درست باشد. و خدمت شما عرض بکنم که در این قسمت، خب من همونطور که گفتم این کتاب توضیح دادم که توسط آقای درک
اجازه بدید، توسط آقای درک دیوی در تألیف شده و توسط انتشارات لینگافون به اصطلاح منتشر شده و بنده هیچ حقی ندارم به نسبت به این کتاب، و این کتاب رو فقط به منظور تدریس ازش استفاده میکنم و کپی رایت این کتاب تعلق به من نداره و کسان دوستان باید برن کتاب رو بخرن و یا از کتاب اونا به امانت بگیرن. و البته من طریقه ای که در این ویدیو سوم و ویدیوهای بعدی پیش گرفتم این است که قسمت هایی رو که به اصطلاح دارم درس میدم شما خواهید دید و روی ویدیو خواهید این قسمت ها رو به صورت نوشته به صورت متن در ویدیو خواهید دید و می توانید که بفهمید که بنده راجع به چی دارم صحبت میکنم خدمتتون. و این در این به اصطلاح در این ویدیو سوم من اون قسمت هایی که در ویدیو اول و دوم هم تدریس شده اونها رو هم در جای ویدیو خواهید دید. وقتی که ویدیو رو نگاه بکنید خودتون متوجه خواهید شد که بنده در مورد چه صحبت میکنم. خیلی خب، ما الان اجازه بدید که اول بریم که به اصطلاح این درس ها نوار هم داره دیگه، یعنی نوار که الان شده MP3، بریم به MP3 این درس ها گوش بکنیم و درس اول در واقع یه بار گوش بکنیم ببینیم که با اون لهجه انگلیسی و لهجه بریتانیایی چه گفته میشه، چگونه این درس به اصطلاح خوانده میشه، و بعد برمیگردیم و من ترجمه رو از قسمتی که رها شده از ویدیوی اول و دوم دوباره خدمت شما ادامه خواهم داد و نکات گرامریش هم رو خواهم گفت. همونطور که گفتم این درس اول از بخش اولی که در مورد فرهنگ است و میگه که the kind of English used in cultural situation and for the purpose of entertainment and leisure، میگه نوعی از انگلیسی که در موقعیت های فرهنگی استفاده میشه و برای به اصطلاح سرگرمی و تفریح، سرگرمی و استراحت و تفریح ازش استفاده میشه. خیلی خوب، ما درس اول رو گفتم، part 1 unit 1 قسمت اول، درس اول the language of the press، زبان مطبوعات، یعنی چه نوع مطبوعات چگونه صحبت میکنن، a news report، یک گزارش خبری، که خب ما اینو الان گوش میکنیم و بعد از گوش کردن این بنده قسمت باقی مانده رو در سه ویدیو خدمتتون عرض خواهم کرد. اجازه بدین اول اینو گوش بکنیم. Part 1 Unit 1 The language of the press A news report Blaze at charity bonfire damages warehouses Two firemen were overcome by fumes and several bystanders slightly injured in a fire last night at Paxton, Kent. The blaze was caused when flames from a Guy Fawkes Night bonfire, organized in support of local charities, spread to nearby warehouses. Firemen battled against the flames for several hours before getting them under control, and at one time there were 10 fire engines in attendance at the blaze, the largest in this part of Kent for more than 5 years. Strong winds hampered operations, and at first there were fears that showers of sparks might reach other warehouses some distance away, one of which, a paint store, could have exploded. But firemen succeeded in confining the outbreak to warehouses containing less inflammable materials. The injured were allowed home after treatment at the local hospital, but one of the firemen was detained for observation. Early this morning, a dense pall of smoke hung over the warehouses, while firemen continued to damp down the still smoldering debris. Damage. According to the owner of the warehouses, local builders merchant Mr. Arthur Peel, damage was difficult to estimate at this stage. The warehouses worst affected contained a large quantity of timber and building materials, said Mr. Peel. It seems unlikely that much of this can have escaped damage, in which case the cost is likely to run into several thousand pounds. Interviewed at the scene last night, the chief of the Paxton Fire Brigade, 42-year-old Mr. Fred Banks, who is responsible for bonfire night safety measures in the district, said that he thought the fire was very unfortunate. The organizers had consulted him about the safety of the site, and he had approved it, provided the bonfire itself was kept in the center of the site, and that only wood was burnt on it. It seemed, however, that someone had thrown paper onto the fire, and the strong wind had carried some of this to the warehouses. There had also been reports that rival gangs of youths had been seen throwing fireworks at each other near the warehouses, and this might also have had something to do with the fire starting. Asked about the advisability of allowing a fire at all so near to buildings, Mr. Banks pointed out that there was no other open space available.
and that the risk involved was negligible, given that the safety regulations would be strictly observed. When told of the fire chief's remarks, the bonfire's organizer, local businessman Mr. Ron Green, denied that anyone had put paper on the bonfire. Aware of danger. Mr. Green, 43, said that all the safety precautions suggested by the fire brigade had been carried out in full. We were well aware of the danger to the warehouses if these were not observed, he added. The wind, in his opinion, had been the cause of the fire spreading. It had been unexpectedly strong. And in spite of efforts by himself and his helpers, some sparks had been blown onto the warehouse roofs. When asked if he thought it was wise to go on using events in which there was an element of danger, such as bonfires, to raise money for charity, Mr. Green said that he could see no harm in it, provided that the organizers took proper precautions. Popular. The function was a popular one with the local people, and had raised a great deal of money over the years. Said Mr. Green, "This event has become a part of local social life, and the proceeds from it have helped many good causes. It would be a pity to think of banning the bonfire as a result of one accident." Referring to the allegations about fireworks being thrown by youths, he said that no such reports had reached him. "We always have stewards at the gates whose job it is to refuse entry to rowdy elements. It was not possible to prevent people being high-spirited at an occasion like this, but in past years crowd control had been good, and although fireworks had sometimes been thrown, it had never got out of hand. He intended to hold the bonfire again next year," he said. خیلی خب، ما برمیگردیم به درس Aware of Danger. اون کلنجر اشتباهه، چون ظاهرن کسی دیگری رفته این متن رو به اصطلاح چیز کرده، تایپ کرده، و دنجر Aware of Danger یعنی خطر، کلنجر غلطه یا کلنجر یا هرچی. خب Aware یعنی آگاهی، آگاهی از خطر. خب سرتیتر اینه، آگاهی از خطر. مستر گرین، من سعی میکنم یه مقدار یواشتر بخونم این متن رو که دوستان متوجه بشن. Mr. Green, 43, said that all the safety precautions suggested by the fire brigade had been carried out in full. Mr. Green, آقای گرین, 43 ساله, گفت, said, گذشته سه, گفتیم که تمام این درس یک چیزش بیشتر فعلاش, اغلب فعلاش در زمان گذشته است. چون خبری که در گذشته اتفاق افتاده, واقعی رو که در گذشته اتفاق افتاده, داره به ما خبر میده. گفت که تمام احتیاطات سیفتی یعنی ایمنی، احتیاطات ایمنی، تمام اقدامات ایمنی precautions یعنی اقدامات احتیاطی، اقدامات احتیاطات ایمنی که suggest توصیه شده بود به وسیله آتش نشانی، توسط آتش نشانی توصیه شده بود، had been carried out in full، تماما به اجرا گذاشته شد، carry out in full، تماما به اجرا گذاشته شده بود. In full یعنی به تمامی. We were well aware of the danger to the warehouses. ما به خوبی آگاه بودیم از خطری که نسبت به انبارها وجود داشت. If these were not observed. اگر این اقدامات به اجرا در نمی اومد. میگه اگر ما آگاه بودیم که اگر این اقدامات احتیاطی در پیش گرفته نشه چه خطری برای انبارها وجود داره. یعنی ممکنه که آتش به انبارها سرایت بکنه. ما اینو میدونستیم. He added. اد یعنی افسودن، هی افسود، در واقع او اضافه کرد. خب میگه ما اینه میدونستیم که چه خطری وجود دارد اگر اقدامات احتیاطی رعایت نشه. ما با اطلاع بودیم و البته میدانیم که ما در داستان علی‌رغم اون اقدامات احتیاطی باز هم انبارها آتش میگیره. و آتش میگیره حالا. خب the wind bought in his opinion، بر طبق نظر او، بر طبق in his opinion یعنی بر طبق نظر او، opinion یعنی نظر. بر طبق نظر او the wind باد had been the cause. cause یعنی سبب. سبب اینجا cause معنی سببه، در جای دیگه معنی دیگه امکان داره. اینجا سبب، دلیل، علت. بر طبق نظر آقای گرین باد سبب fire spreading، fire یعنی آتش، spreading یعنی گسترش، باد سبب گسترش آتش بوده است. spreading یعنی گسترش. آقای گرین گفته که بس چی؟ بر طبق نظر او باد سبب گسترش آتش بوده است. It had been unexpectedly strong. It چیه؟ همون فایر، فایر اسپریدینگ، آتشه. It ضمیریه
که نشسته به جای اسم که همون فایره. ایت اشاره به فایر داره، میگه فایر had been آتش unexpectedly یعنی به طور غیر منتظره‌ای strong قوی بود. در واقع نه باد، ایت جای باد نشسته wind، میگه آن به طرز غیر منتظره قوی بود، یعنی باد به طرز غیر منتظره خیلی قوی بود، شدید بود، باد شدیدی میوزید که انتظارش رو نداشتیم. And in spite of efforts by himself. In spite of یعنی علارغم. Despite هم یعنی علارغم. میشود گفت in spite of، ولی نمیتوان بگوییم in despite of. Despite. In spite of. و علارغم تلاش ها effort، یعنی تلاش efforts، تلاش های او by himself، او آقای گرین، and his helpers. Helpers یعنی یاران، یاوران، کمک کنندگان. Help یعنی کمک کردن. Helper یعنی کمک کننده. Some sparks. Sparks یعنی جرقه. مال ماشین هم میگن spark. شمع ماشین رو. Some spark. بعضی از جرقه ها. برخی از جرقه ها. Had been blown. وزیده شد. برده شد. Onto the warehouse roofs. Roofs یعنی سقف. اون قسمت بیرونی سقف. Roofه. قسمت داخلی زیر که توی اتاق معلومه یا توی ساختمان معلومه. اون میگن ceiling. به اصطلاح سقف های انبارها برده شد. بعضی از این جرقه ها توسط آتیش به بالای انبارها برده شد. When asked if he thought it was wise to go on using events in which there was an element of danger such as bonfires to raise money for charity, Mr. Green said that he could see no harm in it provided that the organizers took proper precautions. خب البته دوستان من معذرت میخوام، گاهی دستم میره و سریع صحبت میکنم، ولی کلن سعی میکنم که آرومتر بخونم که دوستان متوجه بشن که چه گفته میشه. میگه when ask یعنی اینجا سوال کردن. وقتی که سوال شد که آیا او فکر میکرد که it was wise یعنی عاقلانه، wise هم که گذشته ایزه، که آیا عاقلانه بود، thought هم گذشته تینکه، آیا او فکر میکرد که عاقلانه بود using events که از وقایعی منظورش آتش بازیه، وقایعی استفاده بشه که در اون وقایعی در واقع سازماندهی بشه یا برگزار بشه. using یعنی استفاده کردن، در اینجا از وقایعی استفاده بشه یا وقایع یا حادثه یا اتفاقات منظور آتش بازیه در واقع. in which there was an element of danger که در اون یه عنصر، element یعنی عنصر، عنصری از خطر وجود داشت، یعنی خطرناک بود. خب بشه از این وقایع استفاده کرد که همون آتش بازی، such as bonfires، مثل آتش بازی، to raise money یعنی پول در آوردن، پول جمع کردن. خب وقتی که واسه raise money fundraising یعنی یه مراسمی تشکیل میشه، یه پولی جمع بشه، عموماً برای چیزهای خیریه است، اهداف خیریه است. To raise money for charity، جمع کردن پول برای خیریه، charity یعنی خیریه. To raise money یعنی پول جمع کردن. خب ازش سوال میشه که آیا شما فکر میکردید که این عاقلانه است که استفاده بشه از چنین وقایعی، یعنی وقایع منظور آتش‌سوزیه، وقایعی که در اون یک element of، یک عنصری از خطر هست، یعنی خطرناکه، ممکنه منجر به حادثه‌ای بشه. element of danger یعنی عنصری از خطر در اون وجود داره، such as bonfires، مثل آتش بازی ها. میگه آیا عقلانه بود که از این چیزها استفاده بشه، to raise money، برای گردآوری پول برای خیریه. ازش پرسیده شد آیا عقلانه بود به نظر شما، آیا شما اینطور فکر میکردید. مستر گرین سد، آقای گرین سد، that he could see no harm in it. harm یعنی ضرر، زیان. گفتش که در اون نمیبیند خطری، ضرری در این کار نمیبیند، ضرر و زیانی در برپایی آتش بازی نمیبیند. provided یعنی به شرطی که that the organizers took proper precautions، به شرطی که organizers یعنی سازمان دهندگان، برگزار کنندگان، بانیان، organization یعنی سازمان، organize to organize یعنی سازمان دادن، خب to organize یعنی سازمان دادن،
Organizer یعنی سازمانده، برگزار کننده، بانی. Organizer یعنی برگزار کنندگان. Took گذشته take. Took proper precautions. Took اینجا take یعنی اتخاذ کردن، اینجا به معنی اتخاذ کردن. تدابیر احتیاطی مناسب، proper یعنی مناسب، precautions یعنی تدابیر احتیاطی مناسب اتخاذ کنند. پس چی میگه آقای گرین؟ آقای گرین میگه من مشکلی نمیبینم در برگزاری آتش بازی به شرطی که سازمان دهندگان و برگزار کنندگان اقدامات احتیاطی، تدابیر احتیاطی مناسب رو اتخاذ کنند. خب دوستان، این قسمت الان من اینجا در این قسمت خدمت شما عرض بکنم، این قسمت رو اینجا خاتمه میدیم. بعد دوباره عرض میکنم که بنده کانال چیز دارم، کانال تلگرامی دارم، کاوانی انگلیش انستیتیوت، شماره تلفن 1-734-286-1759، تکرار میکنم 1-734-286-1759 میتونم به کانال تلگرامی من بپیوندند و خدمت شما عرض بکنم که من بعضی چیزها رو، بعضی از این چیزها که مربوط به این ویدیو هست در اونجا به اشتراک میذارم، میتوانند از اونجا استفاده بکنن. MP3 همین ویدیوها رو در کانال تلگرامی به اشتراک میذارم و در سایت به اشتراک میذارم، سایت با همین نام کاوانی انگلیش انستیتیوت. و بعد خدمت شما عرض بکنم که دوستان لطف کنن اگر فکر میکنن این ویدیوها مفیده، دوستان دیگر هم خبر بدن که میتونن از اینها به رایگان از در ویدیو در تلگرام و یوتیوب و در هر جای دیگری که هست استفاده بکنن. و لطفاً سابسکرایب کنید و اون دو که به اصطلاح زنگوله بغلش هم بزنید که خبردار بشید ویدیوهای جدید که در میاد خبردار شید. دوستانی هم که چیزی براشون نامفهومه، چیزی رو بنده نتونستم درست توضیح بدن، میتوانن کامنت بذارن یا از طریق واتساپ همون شماره تلفن با من تماس بگیرن. البته تکست لود کنید، تکست بزنید، چون من تلفن ها رو نمیتونم جواب بدم و من در اسرع وقت جواب خواهم داد. مشکل ها رو اگر بتوانم حل بکنم حل خواهم کرد. البته اگر مربوط به زبان باشد و اینجور چیزها که در خدمت شما هستم. و مسئله دیگری نیست فعلا. خب این قسمت از دست رو در اینجا خاتمه میدم. قسمت بعدی که قسمت چهارم خواهد بود بعد از این ویدیو شروع خواهم کرد. روز روزگارتون خوش، شب یلدای خیلی خوبی داشته باشید و انشالله که موفق و سلامت و سرفراز باشید. خدا نگهدار، رحمتتون.